مسئله دیگر، من زیاد تفاوتی احساس نکردم در رابطه با آثاری که قبل از انقلاب نوشتم و آثاری که علم اجتماعی که بعد از انقلاب بوده. در هر حال من فکر میکردم یکی از شاخه های مهم ادبیات نمایشی اون شاخه ایست که به انسان در جامعه توجه داره. یعنی پایه ریالیزم در اصل شخصیت، شخصیت بردازی است. یعنی اونجایی که شخصیت ها هستند که ستونه اصلی در واقع یک بنای بنای نمایشنامه رو دارند و اینها هم با تعاریف خاص خودشون، یعنی از وقتی میگیم شخصیت جنبه های مختلف باید این شخصیت رو ما ببرونیم دیگه که باورپذیر باشه روی صحنه، از زمینه های فرهنگی، فرد، طبقاتی، نمیدونم سنی، جنسی، گروهی و غیره و غیره. این چیزی که ما امروز میبینیم از حالا قرن 19 رو بذاریم کنار، ایبسن و هایسنبرگ و چخوف و اینا رو، تا بیاییم در قرن حاضر از نوع ماکس فریش دورنمات، حتی از اینها که بگذریم، حتی نوع مثلا فرضون آمریکا رو شما نگاه کنید، جامعه آمریکایی، اون جامعه خوشبینانه، اون جامعه بیرونی شخصیت های آمریکایی. خب میبرید شما اکثریت آثار آنیل رو میبینید بر پایه همین ریالیزم هست که تا نیمه اول قرن 20 آمد، تا 50 سال پیش. بعد از اون نسل بعد از اون تنیسی ویلیامز و ارزون آرتور میلر رو ما میبینیم که دقیقاً بر همین پایه است، آثار بسیار ارزشمند و ارزشمندی اینها درست کردن. بیاییم نسل بعدتر اینها از نوع البی رو بخوایم نگاه بکنیم، شما کی از ویرجینیا وولف میترسد رو، مرگ بسی اسمیت رو نگاه بکنید، یک ریالیزم خالص دراماتیک هستند در اوج ارزش های درام و ساختاری خودشون. درسته که آقای البی در رده پوچی نویسان به اصطلاح آمده در تک بردگی های کوچک ایمادش، ولی خب در این زمین هم کار کرد. نسل حتی بعدتر از اینها که نسل بعدتر از ما هم هستند، یعنی امروز دارم نویسن آقایی مثلا فرق دارن ممت، داوید ممت الان دقیقا یک نویسنده ریال عرض بکنم که خانوادگی، همین هم نوع درامشون، درام های خانوادگی، هرگز برچسب بین ملودرام و در معنای چیپ کلمه هم اینها نخورند. آقای فوسر در نروژ نگاه بکنید، یعنی یک نویسنده در حدود 40 چند ساله، یعنی یک نسل بعد از ماست. دقیقا مبنای ریالیسم در شخصیت پردازی در روابط، روابط روز اجتماع و غیره و غیره. اینجا یک مقدار سوء تعبیر بر اساس همین به اصطلاح نظریه پردازان یک مقدار وطنی، اینهایی که پختخاری میکنن از ترجمه ها و اینجا دارن اماله میکنند این مسائل رو، یک مقدار تعبیر بد شده و در این حال گویی که مسئولان امر هم موافقند، که در واقع از نوعی وقتی که ما صحبت از ریالیزم کنیم، منتها این ریالیزم، ریالیزم آقای ممت با ریالیزم آقای ایبسن با زمین تا آسمان فرق میکنه. انواع جدید آمده بود تا در همین سیطره در سبک ریال واقع گرایی. اصلا شما ممت رو ببینید اصلا نمیتونید احساس بکنید که این از تنیسی ویلیامزه، ولی همون جامعه است. نمیتونید تصور بکنید، حتی البی، حتی از البی آمده جلوتر، اون تا در این سطح. یعنی باز ما شخصیت ها رو میبینیم که مسئله مطرح میکنن، باز دیالوگ رو میبینیم که نقش حاکم رو داره. ما اینجا میل داریم که از دیالوگ بزنیم، این یک نوع سانسوره، چون حرفه، حرکت رو نمایش بدیم. اگر میخواهیم مسئله ای رو در زمینه تاریخی فرهنگی خود مطرح بکنیم، بریم به دنیای گذشته. رسما این که آقا تو انسان امروز رو ولش کن، تو مسئله امروز رو ولش کن، برو به اعماق تاریخ، برو به اعماق جغرافیا. الان اخیرا شما ببینید که حتی یک مد تازه تری شده، تا به حال یک مقدار گریز به متون کهن بود، به تاریخ بود، الان گریز به جغرافیاهای دوره. الان نمایشنامه میزنن ماجرا در مکزیک میگذره، نمایشنامه میزنن ماجرا در افغانستان میگذره، در الجزایر میگذره، در انگلیس میگذره. آخرین کار این محمد رحمانی هم این فنزی که میشه در انگلستان فضای فوتبالی، ظاهرا یک نوع در واقع گردشی است که برگردن به مسئله امروز در ایران، یعنی غیر مستقیم. ما میگیم که آقا این قضیه ای که شما میگید، نمیدونم فرض بکن که ما گریز میزنیم به جاهای دور، در جغرافیاهای دور یا در تاریخهای دور، و
میگید که مسئله زمان خودمون رو مطرح بکنیم، این اصلا گفتن ندارین. اینقدر این جزء خصیصه و ذات الان یک اثر هنریه. شما یک سیاه باز لاله‌زاری هم بگید، بگید تو رفته بودی به دربار شاه عباس اونجا چه کنی و اینها، میگه رفتم 400 سال پیش به اصفهان در دربار شاه عباس، این آقای الماس، این آقای مبارک و یاقوت، اینایی که اسمشون این سیاه بود، میگه برای اینکه مسئله روز خدمت کنم، حق تر بکنم، برای اینکه راندخاری رو اونجا یک بار مطلق برونم، برای اینکه محیط زیست رو نمیم فرض من فلان بکنم، برای اینکه نمیم جنون گاوی رو نمیم مطرح بکنم، برای اینکه نمیم فلان ترافیک رو اینجا بذارم تو سرش رو نمیم فلان از این صحبت ها. خب این گفتن اصلا نداری. این یه امر خیلی طبیعیه که ما وقتی به جای دور بریم میخوایم مسئله زمان خودم رو مطرح کنیم، ولی از اونجا تا به اینجا یک بیات شده. اینو خیلی شما حتی تندترین حرفای اون زمانی بخواید در ربط با این زمان بزنید این مجازه. ولی من وقتی شب روی سنگ فرش خیسه نوشتم، اولین سوالی که از من شد، یعنی به آقایونی که مطرح کردن و گیر داده شد به مسئله، میگه آقا خب یک واقعیت اجتماعی بود، من دیگه بیشتر واقعا در ذات یک درام میخواستم حرف بزنم، من هیچ نقطه نظر انتقادی روز مصرفی هم نداشتم. میگه این آقای استاد دانشگاهی که الان در گوشه خانه اینجا پاکسازی شده نشسته، این آدم شریف رو که پاکسازی شده ما پاکسازی کردیم، ما آدم های غیر شریف رو پاکسازی کردیم از دیدگاه اینم. همین سال بود اصلا کلی نباشنم رفت زیر سال، ما مدت ها گیرین داشتیم. یا دختر این استاد که نابینا بود، یه دختر زیبایی بود که بهش تجاوز میشه، میگه این نسل انقلابه که بهش تجاوز شده. خب ببینید این درد سرساز دیگه، به خصوص در اجرا. حالا شما این راحت‌تر در چاپ ما هیچ این مسئله رو نداشتیم، ولی در اجرا چون عیان میشه، زنده میشه و در تقابل با 500 نفر قرار میگیره هر شب، خب این مسئله.